سلام دوستان گرامی، زبان آموزان ارجمند. در ویدیو درس نوبتی امروز می خواهیم درباره حصه های نطق در زبان انگلیسی صحبت کنیم. حصه های نطق در زبان انگلیسی parts of speech می باشد. Parts of speech یعنی part گفته قسم را میگویند، parts قسم ها یا اقسام، speech کلام گفتار، و این of یعنی بندک ای اضافه که در زبان ترکی است وظیفه همون رو اجرا میکنند، اما در علاقیدگی به معنای از میگویند. یعنی parts of speech قسمت های یا اقسامی یا قسم های کلام یا گفتار. اما ترجمه ای که در زبان تاجیکی است یا معنایی که به آن قریب است، این حصه های نطق می باشد. و در اینجا به زبان ترکی سوزجوک ترلری می شود. سوزجوک ترلری، parts of speech، سوزجوک ترلری. معذرت. خب در اینجا به شکل مختصر حصه های نطق در زبان انگلیسی رو آورده ایم. حصه های نطق در زبان انگلیسی 9 تا هستند. در بعض منابع، در بعض کتاب ها، مثلا ارتیکل رو از جمله حصه های نطق نمی شمارند، اما در بسیار موارد ارتیکل را از جمله حصه های نطق می شمارند. در بعضی منابع و در بعضی کتاب ها، یعنی حصه های نطق در زبان انگلیسی با ناون شروع می شود. در بعضی حالت ادورب، با ادورب، در بعضی ادجکتیو، یعنی با طرز و اسلوب گوناگون شروع می شود. اما در اینجا ما با شکل ترتیبی حروف الفبایی آورده ایم، یعنی با مثلا A، بعد C، بعد I، به همین مورد. خب، چه خیلی گفتیم در زبان انگلیسی حصه های نطق 9 تا هستند. و اولی اون، یعنی یکم از اینجا شروع می نمویم، ادجکتیف یعنی صفت می شود به زبان ترکی. ادورب یعنی ظرف می شود. ارتیکل در زبان تاجیکی نیز جستجو کردم، یعنی ارتیکل می گویند، یعنی ارتیکل نامعینی داریم و ارتیکل معینی داریم. مثلا ارتیکل نامعینی ای و ان است و ارتیکل معینی ز است. خب، کانجکشن پیوندک رو میگویند، پیوندک. اینترجکشن یعنی ندا. خب، ناون یعنی اسم. پرپوزیشن یعنی پیشویان. پرونونس یعنی جانشین ها. ورب یعنی فعل. خب، در اینجا یک کمی به شکل مختصر هستند و میگذاریم به شکل مفصل یا به شکل پر. خب، اینجا اگر به فکر مایده هست، یعنی حرفا خود نمایان نیست، به خاطر چی این را خرد کردیم یا مایده کردیم که به شکل نقشوی در ذهن شما بماند که مثلا adjective, adverb, article, conjunction, interjection, noun, preposition, pronouns, verb. انا همین ها حصه های نطق هستند. اما اگر این را پیشتر بیاریم، مثلا کلام کنیم این را،
هر یک اینها با ترجمه تاجیکی و با ترجمه ترکی و با سه مثالی از هر یک کدام در اینجا آورده. خب چلی گفتیم adjective یعنی به زبان ترکی صفت می شود، اما به زبان ترکی نگفتیم. یعنی در زبان ترکی هم صفت می گویند و هم اند 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 اند. خب در اینجا مثال ها به زبان انگلیسی با رنگ سر، مثال ها با رنگ کبود با زبان ترکی و مثال ها، یعنی ترجمه همین مثال ها با زبان ترکی و انگلیسی در اینجا آورده شده است. البته ترجمه و این بله ترجمه ترکی و تاجیکیش رو نمیخونیم به خاطر که ویدیو کمی دراز نشود، مثال ها رو میخونیم میگذاریم. یعنی adjective صفت گفتیم، مثالش چی؟ یعنی beautiful, black, shy. Adverb گفتیم یعنی ظرف، مثالش always, today, inside. شما میتوانید ترجمه ها رو از اینجا نگاه کنید، خوب از زبان ترکی باشد، خوب از زبان تاجیکی. Article یعنی همون a و an و the article می باشد. پیوندک یا conjunction یعنی and, but, or. البته اینها زیاد هستند، مثلا صفت خیلی زیاد هست در زبان انگلیسی، شاید چند صد کلمه شود. Adverb نیز ظرف یعنی همچنین آرتیکل، البته آرتیکل همین سه تا است، یعنی غیر این سه تا دیگر آرتیکل در زبان انگلیسی وجود ندارد. و کانجکشن نیز خیلی زیاد است، شاید ده ها و بیست ها تن کلمه از یعنی پیوندک ها باشد. خب اینترجکشن ندا گفتیم، ندا یعنی مثال هایش هی ای او، یعنی مثلا یک نفر رو فرمه هی جنیفر، یا که Oh, it's cool. Oh. خب noun اسم گفتیم، noun یعنی مثالهایش house, river, water. Preposition مثالهایش from, near, on. خب در اینجا جانشین ها هست، کمی موضوعش کلون هست. اول فعل رو میگیریم، verb یعنی فعل، مثالهایش مثال هایش read, write, look. خب میگذاریم در قسمی جانشین ها یعنی pronouns. یکی از قسم های حصه های نطق این جانشین ها است. جانشین ها ما چند نمو داریم؟ subject pronouns داریم، البته این رو هم subject pronouns میگوین و هم personal pronouns. یعنی subject pronouns که آمد ترجمهش جانشین های فاعلی میشود، اما personal pronouns آمد ترجمهش جانشین های شخصی می شود. و این subject pronouns اینها هستند: I, you, he, she, it, we, you, they. خب جانشینی دیگر این جانشین های صاحبی است، یعنی possessive adjectives. یعنی در زبان انگلیسی جانشین های صاحبی دو نمود هستند. البته به زبان انگلیسی possessive adjectives می شود و possessive pronouns می شود، اما ترجمه اون در زبان تاجیکی هر دویش رو جانشین های صاحبی ترجمه کرده، یعنی جانشین های صاحبی نمودی یکم و جانشین های صاحبی نمودی دویم. جانشین های صاحبی نمودی یکم یعنی possessive adjectives این my, your, his, her, its, our, your, their می باشد. و possessive pronouns یعنی جانشین های صاحبی نوع دویم mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Object pronouns جانشین های مفعولی، یعنی در زبان تاجیکی جانشین های مفعولی گفته می شود، یا اینکه در حالت پرکننده در جمله در حالت پرکننده قرار می گیرد. این object pronouns یعنی جانشین های مفعولی این هایند: me, you, him, her, it, us, you, them. اینها جانشین های مفعولی هستند. و هست با جانشین های نامعینی، یعنی indefinite pronouns.
indefinite pronouns جانشین های نامعینی، یعنی نامعین است که ما کی رو در نظر داریم و یا چی رو در نظر داریم. Everyone, everybody, someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, everywhere, somewhere, anywhere, now, nowhere, everything, something, anything, nothing. اینها جانشین های نامعینی بودن. میگذاریم به قسمی جانشین های نفسی، یعنی reflexive pronouns، جانشین های نفسی، یعنی myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves. علاقه در حالت جمع ourselves می شود، ourselves, yourselves, themselves. و جانشین های اشارتی demonstrative pronouns می شود. در اینجا یکی اس فراموش شده است. Demonstrative pronouns یعنی جانشین های اشارتی، this, that, these, those. خب شما می توانید این ویدیو را مثلا قرار دهید یا پاوز نمایید و خب به این شکل مثلا اینها را نویسید، یعنی ادجکتیو در زبان ترکی چی میشود، در زبان تاجیکی چی میشود، مثال هایش کدام هستند و ترجمه این مثال ها در زبان ترکی و تاجیکی چی هستند. یعنی کسی که زبان ترکی نمیخواند و علاقه سر و کار با زبان ترکی ندارد میتواند مثال هایش را نویسد و یک کلمه کفایه است، زیبا مثلا، beautiful زیبا، black سیاه، سیاه. یعنی همین خیل باز از قسم دیگر اینها را نویسد و قسم آخرون این جانشین ها هستند، pronouns. خب به همین ترتیب دوستان گرامی اینها بودند حصه های نطق در زبان انگلیسی. امیدوارم که اینها را شما در دفترهای خود می نویسید و دقت می دید به اینها. نگفته نماند که اینها در زبان انگلیسی خیلی و خیلی مهم هستند. اگر کسی اینها را از خود کند، یعنی خاصتا جانشین ها را و از هر یک قسم، یعنی صفت ده تای بیست تای، از هر از ظرف مثلا ده تای بیست تای، از هر یک اینها مثلا ده تای بیست تای از خود کند و با همراهی این جانشین ها، یعنی گفتار در زبان انگلیسی، یعنی سطح صحبت کنی اون در زبان انگلیسی خیلی و خیلی پیش می رود. من این رو برای شما وعده می دهم که، یعنی باوری میکنم شما رو که اگر این رو شما حفظ کنید، از یاد کنید، یعنی چندین درجه آسان می شود صحبت کردن شما به زبان انگلیسی. خب موفق و معید و سربلند باشید. اینها بودن حصه های نطق در زبان انگلیسی از طرف کانال دنیای زبان ها، Parts of Speech in English by دنیای زبان ها.